ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شدهاند و از آزادسازی برخی از مناطق مسکونی در شرق و جنوب اوکراین خبر می دهند. بوصیح 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 باید 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 آنها... به نظر می رسد ضد حمله های ارتش اوکراین تا حدودی موفق بوده. این فرمانده اوکراینی می گوید بسیاری از سربازان روسیه برای پرهیز از درگیری در برخی مناطق پا به فرار می گذارند. در برخی مناطق هم البته به شدت مقاومت می کنند. این تازه ترین پیش روی ها از زبان رئیس جمهوری اوکراین. در حال حاضر نیروهای مسلح اوکراین بیش از سی منطقه مسکونی در خارکیف رو آزاد کردند و آنها را تحت کنترل دارند. در تعدادی از روستاهای منطقه کار بازرسی و برقراری امنیت در حال انجامه. ما داریم کم کم به مناطق جدید مسلط میشیم. هر کجا میریم پرچم اوکراین رو باز میگردونیم و از تمام مردم حفاظت میکنیم. این هم ویدیوی دیگری که ارتش اوکراین روز شنبه منتشر کرده. این نیروها ادعا می که شهر بالاکلیا در شرق را آزاد کردند. اوکراین امیدوار است ضد حمله های اخیر تعادل نبرد را به نفع کیف تغییر دهد. با وجود این روسیه همچنان بخش‌های زیادی از این کشور را در تصرف خود دارد. برخی از ویدیوهای منتشر شده هم سربازان روسیه را در حال حرکت از شرق کشور به سمت خرسون در جنوب نشان می‌دهند. ارتش اوکراین گفته 1300 شبه نظامی چچن هم برای کمک به نیروهای روسیه به خرسون رفتند. چپهایی که وزیر دفاع آمریکا میگوید کیف در آن موفق عمل کرده. پیشتر لوید آستین گفته بود رئیس جمهوری آمریکا با یک کمک 675 میلیون دلاری دیگر برای اوکراین موافقت کرده. این رقم کمک آمریکا به این کشور را از زمان آغاز ریاست جمهوری جو بایدن به بیش از 15 میلیون دلار میرساند. در عین حال حمایت کشورهای اروپایی از اوکراین هم ادامه دارد. روز شنبه وزیر خارجه آلمان به نشانه حمایت از این کشور به طور سرزده به کیف سفر کرد. روز جمعه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم از کمک 5 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا خبر داد. او همچنین از وضع محدودیت‌های ویزایی جدید اتحادیه اروپا برای شهروندان روسیه استقبال کرد. با شدت گرفتن درگیری ها نگرانی ها در مورد وضعیت نیروگاه زاپوریژیا افزایش پیدا کرده. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از دو طرف خواسته تا نسبت به ایجاد منطقه امن در اطراف نیروگاه هسته ای فورا اقدام کنند. رافل گروسی میگوید بمباران به زیر ساختهای برق در انرهودار محل نیروگاه زاپوریژیا در جنوب آسیب وارد کرده و خطر وقوع یک فاجعه اتمی را افزایش داده. او گفته ممکن است مسئولان نیروگاه آخرین رآکتور آن را هم خاموش کنند. در هفته های اخیر روسیه و اوکراین یکدیگر را به انجام حملات در نزدیکی این نیروگاه متهم کردند. نیروگاهی که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است و گفته می‌شود در صورت سانحه جهان و بویژه اروپا با ای بسیار بزرگتر از فاجعه اتمی چرنوبیل مواجه خواهد شد. مهدی بیگی رادیو فردا